تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار شما همه هممیهنان عزیز و گرامی. فضایل عزیزان هستم. این برنامه هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر به وقت شرق امریکا تقدیم حضورتون میشه. الان دقیقا ساعت 12 ظهر به وقت شرق امریکاست. 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور ماه 92 در خدمت شما عزیزان هستم. اما چه می کند این ایالات متحده؟ چه می کند این امریکا؟ باعث شده چه دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای صحبت از دیپلماسی و مذاکره با امریکا بکنه. علی خامنه‌ای در اظهارات اخیرش که دیروز گفته، مدعی شده که مخالف دیپلماسی نیست و خیلی هم بدش نمیاد که در سطح بین المللی دیپلماسی داشته باشن و با کشورهای دیگه از جمله آمریکا مذاکره کنن. گفته من مخالف دیپلماسی نیستم و به نرمش قهرمانانه معتقدم. حالا این چه نرمشیه و ما چند نوع نرمش داریم و از دیدگاه علی خامنه‌ای این نرمش که در واقع همون عقب نشینی از مواضع و اصول اولیه‌اش هست، چگونه میتونه یه نرمش قهرمانانه باشه؟ این دیگه از اون اختراعات و ابداعات سید علی خامنه‌ایه. خامنه‌ای که تا دیروز به مسئولین کشور به دیگر مقامات هشدار می‌داد که مبادا فریفته و شیفته لبخند دشمن بشید، مبادا لبخند دشمن شما را اخفال کنه، و به همه مسئولین جمهوری اسلامی می‌گفت که باید در مقابل دشمن استوار ایستاد و از اصول ایستادگی کرد. الان اکنون خودش مثل اینکه ناگزیر شده جام زهر رو بنوشه. اظهارات علی خامنه‌ای رو حدود 2 دقیقه است ببینیم و برمیگردیم بیشتر در مورد این چرخش 180 درجه علی خامنه‌ای صحبت خواهیم کرد. مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه، اما این کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، فراموش نکنه که طرفش کیست، فراموش نکنه که مشغول چه کاری است. این شرط اصلی است.
بفهمن که دارن چه کار میکنن، بدانن که با کی مواجهن، با کی طرفن، اون طرف اونها آماج حملش کجای مسئله است، اینو توجه داشته باشن. صحبت های علی خامنه‌ای رو مشاهده کردید. تا چند ماه پیش اگر کسی صحبت از مذاکره می کرد متهم به وادادگی می شد و خود خامنه‌ای و اطرافیان خامنه‌ای، نمایندگان ولی فقیه، در از تریبون های نمازجمعه نیز اعلام کرده بودند که سیاست رهبری سیاست عاشوراییه، نه سیاست حسنی. در یک مورد که بخشی از جناح رژیم معتقد به گفتگو بود و معتقد به صلح و ایجاد رابطه با امریکا و اروپا شده بودن، امام جمعه بخش جوادآباد ورامین گفته بود که برخی از کشورها هستند که معاویه گونه برخورد می کنند، معاویه صفت هستند و دم از صلح و مذاکرات می زنند که باید با آنها عاشورایی برخورد کرد. سید حسین حسینی امام جمعه جوادآباد که اظهاراتش در خبرگزاری مهر اون زمان چند ماه پیش منعکس شد، گفت صلح امام حسن علیه السلام ترفندی بود که معاویه با اقدامات فریبندی خود پیش گرفت و صلحی را با امام حسن علیه السلام با شرایطی که داشتن انجام دادند و بعد هم معاویه به صلح عمل نکرد و تمام موارد را زیر پا گذاشت. وی تصریح کرد موارد مختلفی وجود داشت که متاسفانه امام حسن علیه السلام را به انزوا کشاندند و اهل بیت ببخشید و اهل بیت بعد از پیامبر به خصوص امام حسن علیه السلام را منزوی کردند و دلایلی زیادی وجود دارد که امام حسن مدت کمی بعد از حضرت علی حکومت کردند و بعد از آن با ترفندها و حیله های معاویه روبرو شد که متاسفانه به جایی رسید که امام حسن مجتبی کاملا تنها شده بود. خب اون موقع خیلی حمله می کردن به اصلاح طلبا و اون بخش از جناح رژیم که معتقد به سازش بودن با امریکا. معذرت میخوام، ولی الان خودشون همین کار رو میکنن. در واقع نفسهای سید علی خامنه‌ای به شمارش افتاده. حالا جالبه که برای این که به یک فجدی اشاره کنه و این گونه به مخاطبش القا کنه که هیچ گونه ترخیشی در موازش نداشته، به یک کتابی که 40 سال پیش علی خامنه‌ای نوشته اومده به اون کتاب اشاره کردن، تو تحلیل هایی که ارائه دادن خبرگزاری های حکومتی به نام صلح امام حسن، که این کتاب هم که ترجمه گویا علی خامنه‌ایه و با اشاره به این کتاب مدعی شده که علی خامنه‌ای اصلا از اول گویا به دنبال تنش‌زدایی و صلح بوده. اظهارات خود علی خامنه‌ای و چند ماه پیش در مورد امریکا و جامعه بین‌المللی مشاهده میکنیم، برمیگردیم و ببینید که این اظهارات اخیر علی خامنه‌ای چگونه حتی در تناقض با اظهارات چند ماه پیش خودشه.
قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شده، یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا بعدم اروپا. تحلیل شما چیه از این قضیه؟ این قضیه کوچکی نیست. موضعتون چیه؟ ایران چیکار کنه؟ چون اخم میکنن، تحریم میکنن، دندون نشون میدن، دستامونو ببریم بالا، یه قدی کوتاه بیاییم. حالا اینه تحلیلتون، چون یه عده تحلیلشون اینه. در داخل کشور ما یه مجموعه های سیاسی هستن، تحلیلشون اینه. اینه قبول دارید شما عقب بنشینیم یا نه؟ معتقدی که هر گونه عقب نشینی طرف رو تشجیع میکنه، به مجردی که دیدن با اخم شما میترسید میگن آقا اخم کنید، علاج این آدم اخمه. به مجردی که دیدن شما تهدید به کتک یا خود کتک شما رو به عقب نشینی وادار میکنن، میگن دوتا بیشتر بزن تا خوب دیگه از همه حرفاش دست برداره. طرف اینجوریه، محاسبات دنیا اینه. مشاهده کردید که در اظهارات چند ماه پیش خودش میگه که اگر ما عقب نشینی کنیم طرف مقابل چون امریکا سریع‌تر میشه، و اضافه میکنه به مجرد این که اینا بفهمن ما با تهدید به کتش یا خود کتش وادار به عقب نشینی میشیم، بیشتر این کار رو انجام میدن و جریتر میشن. که الان کار به جایی رسیده، تحریمات همون موقع که این تحریمات نفت رو وضع کرد ایالات متحده امریکا، من همون موقع پیشبینی کردم که کمر رژیم خواهد شد و نفس های سید علی خامنه‌ای به شمارش خواهد افتاد. که ما الان به صورت عملی میبینیم که نفس سید علی خامنه‌ای به شمارش افتاده و الان به جایی رسیده. چون من چندانم با دیپلماسی مخالف نیستم و معتقد به نرمش قهرمانانه شده. مثالی هم میزنه، میگه دوتا یه مثال بی خود و بی جا، دوتا کشتیگیر با هم کشتی میگیرن، ممکنه یه جایی کشتیگیر نرمش فنی انجام بده. کمر خامنه‌ای و امریکا زده، ضربه فنی کرده، خامنه‌ای اسمشو گذاشته نرمش قهرمانانه. این رژیم زبان خودشو که همون زبان زوره خیلی خوب میفهمه. این تحریمات اگه نبود، این فشارهای شدید اقتصادی اگه نبود در همه ابعادش، مگه به این راحتی علی خامنه‌ای نرمش قهرمانانه از خودش نشون میداد؟ تا دیروز چه میگفت؟ اصلا با امریکا اینا نباید مذاکره کرد، اینا میخوان مذاکره رو برای خود مذاکره میخوان. میگفت که اینا میخوان حرفشون رو به ما تحمیل کنن. تا دیروز چه میگفت؟ اسرائیل و امریکا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، و تهدید میکرد اسرائیل و که اسرائیل و امریکا را که اگه به ایران حمله کنن تلاوی و حیفا را از روی زمین محو میکنه. حالا کارش به نرمش قهرمانانه رسیده. حالا این نرمش، من یه چیزی هم معتقدم، اینا هر چقدر از اون نرمش های قهرمانانه که همون عقب جرت های 180 درجه یه بکنن، آنچه که در واشنگتن اراده شده، اراده بر تغییر رژیمه. خودشونم میدونن هر چقدر بخوان برای امریکا خوشرکسی کنن و برای امریکا لبخند بزنن، اراده سیاسی محکمی در واشنگتن رقم خورده که این رژیم باید از بین بره، این رژیم باید عوض بشه. ما چه دلمون بخواد چه نخواد، واقعیت امر
اینه که امریکا نه الان بلکه از 60 سال پیش شما نگاه کنید چگونه دولت، حالا اون موقع دولت دموکراتیک مصدق سرنگون کرد، کودتا کردن، کمک کردن به کودتا، اون موقع 1 میلیون دلار بنابر اسنادی که منتشر کردن اخیرا خرج شد تا این کودتا رو انجام بدن در ایران. الان یک دولت دیکتاتوری، حکومت دیکتاتوری رو از بین خواهند برد. در لیبی آقای خامنه ای، مگه شما ندیدید لیبی همه تجهیزات هسته‌ایش رو داد سوار کشتی کردن داد دست امریکا؟ مگه امریکا دست برداشت؟ الانم به سوریه حمله نکرده و شما اظهار امیدواری کردید و گفتید که نشانه خوبیه، رفتار خوبی امریکا از خودش نشون داده. خودتونم میدونید به این راحتی نیست. حتی خود سردبیر سایت تابناک هم گفته بود، محسن رضایی، که امریکا یکی از شجرداش اینه، خیلی با حوصله بدون عجله میره، همونطور که در مورد لیبی اول اسلحه‌اش ببخشید سلاحاشو گرفت بعد حمله کرد. در مورد سوریه هم خیلی محتمله که بعد از اینکه کنترل سلاحهای شیمیاییشو به دست گیره، هر آن این قدرت رو داره که به سوریه حمله کنه. و ایران هم همچنین بعد از سوریه هم خودتون میدونید که ما خواهان حمله نظامی به ایران نیستیم، ولی آنچه که در سر تئوری پردازان ایالات متحده در واشنگتن میگذره ما نمیتونیم تغییر زیادی در اون ایجاد کنیم. وقتی تصمیم گرفته میشه در کاخ سفید که یک رژیم باید عوض بشه، عوضش میکنم. نمونهش هم گفتم در جاهای مختلف در نقاط مختلف دنیا، اینا به خاطر حالا منافع خودشون البته، نه به خاطر اینکه دموکراسی بیارن برای به اصطلاح مردم جهان یا مردم ایران، دست به این دخالت‌های نظامی و غیر نظامی زدن و این قابلیت رو دارن که رژیم‌ها رو به راحتی آب خوردن عوض کنن. اظهارات، باز اظهارات چند ماه پیش علی خامنه ای رو با هم ببینیم. من برخی از این اظهاراتش رو جمع‌آوری کردم که این تناقضات رو بیشتر بتونم به مخاطب، تناقضاتی که در گفتار اکنون خامنه ای با گفتارها و مواضع پیشینش بیشتر به مخاطب انتقال بده. مذاکره از روی حسن نیت با شرایط برابر میان دو طرفی که نمیخواهند به یکدیگر کلک بزنند معنا پیدا میکنه. مذاکره به صورت یک تاکتیک، مذاکره برای مذاکره، مذاکره برای فروختن جست ابرقدرتی بیشتر به دنیا، این مذاکره یک حرکت حیله‌گرانه است. امروز 34 سال است که هرگاه نام دشمن برده می شود ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می شود. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند
جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. البته من این رو بگم، یک بار دیگر هم این رو چند ماه قبل از این گفتم، آمریکایی‌ها اظهار خوشحالی کردن، گفتن فلانی اعتراف کرد که تحریم ها اثر گذاشته. بله، تحریم ها بی اثر نبود، میخوان خوشحالی کنن بکنن، تحریم ها بالاخره اثر گذاشت. این هم یک اشکال اساسی در خود ماست. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمون رو از نفت جدا کنیم. این رو باید دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشون این رو بگنجانن. من 17 سال قبل گفتم به دولتی که در اون زمان سر کار بود و مسئولان، کاری کنید که ما بتوانیم در چاه‌های نفت رو هر وقت اراده کردیم ببندیم. آقایان به قول خودشون تکنوکرات لبخند انکار زدن که مگر میشه؟ بله میشه. باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور متصل باشد و وابسته باشد به یک نقطه خاص، دشمنان روی اون نقطه خاص تمرکز پیدا می کنن. بله، تحریم ها اثر گذاشت. آمریکایی ها مرتب از راه های گوناگون به ما پیغام میدن که بیایید درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم. هم به ما پیغام میدن، هم در تبلیغات جهانیشون این رو مطرح میکنن. بارها و بارها میگن مسئولین بلندپایه، مسئولین میانی میگن بیایید در کنار گفتگوهای 5+1 که درباره مسائل هسته‌ای بحث میکنن، آمریکا و جمهوری اسلامی 2+2 درباره مسئله هسته‌ای ایران بحث بکنند. من به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه های گذشته ما نشان میده که گفتگو در منطق حضرات آمریکایی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم. منظورشون از گفتگو این نیست. منظورشون از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید. هدف از اول اعلام شده است، باید نظر طرف مقابل قبول بشه. لذاست که ما همیشه اعلام کردیم، گفتیم این گفتگو نیست، این تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمی رود. خب صحبت‌های علی خامنه‌ای و چند ماه پیش، این صحبت‌ها مال چند ماه پیش مشاهده کردیم. در اون صحبت ها هم میخواد خودش رو یه رهبر فرزانه جا بزنه، چه خیلی همه چیز رو میدونسته. میگه من از چند مدت پیش، 17-18 سال پیش، به مسئولین وقت جمهوری اسلامی گفتم که این نفت رو یه کاریش بکنه. یعنی در واقع ببخشید، میخواد من یه خورده سرما خوردم، نمیخواستم امروز برنامه اجرا کنم، ولی وقتی اظهارات علی خامنه‌ای رو دیدم، یعنی خبر اینقدر مهم بود و این چرخش علی خامنه‌ای اینقدر مهم بود که من ترجیح دادم با این اوضاع و احوال مریضی هم که دارم بیام و در این مورد صحبت کنم. یعنی در واقع علی خامنه‌ای هیچ وقت نخواسته با وجود اینکه تو همه کارا دخالت میکنه، ولی نخواسته مسئولیت بپذیره. وقتی میگه که من گفتم، یعنی من مسئولیت اجرایی ندارم، من به اون مسئولین اجرایی گفتم که موضوع اینه و ایرادات اینه. خودش اینجا میخواد بگه من هیچ کارم، من فقط ولی فقیه هم، ولی فقیه تشریفاتی هم.
ولی در عمل در ریزترین مسائل دخالت میکنه. عزل و نصب وزیرا در وزارت آموز پرورش، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی، خبرگان، شما یه نهادی رو نمیتونی پیدا کنی که رهبری اونجا دخالت نکرده باشه. ولی وقتی به مسئله بحرانی میشه و مسئله به تحریمات و اینا میرسه، میگه من نبودم، به اون موقع به مسئولین گفتم و از 17-18 سال پیش هم گفتم. البته دور نیست که یه روزم این برنامه را تو ایران میذاریم از صدا سیمای ملی. دنیا خیلی سریع داره عوض میشه. اصلا چی فکرشو میکرد دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای بیاد حرف خودشو پس بگیره؟ این همه دنج و فنج و این همه به اصطلاح از اصول و عدم سازش و عدم مذاکره بیاد و با این کلمات، حالا با تغییر کلمات نرمشه و اقل میشه این کرده نرمشه قهرمانانه بیاد به این روز از رزالت برسه. به خاطر همین میگم دور از دسترس نیست. چه من خودمو در صدا سیمای بعد از جمهوری اسلامی، صدا سیمای ملی ببینم. البته امیدوارم یه دولت دموکراتیکی بیاد که دوباره پناهنده نشیم، دوباره بر نگردیم امریکا و اون روز رو من اون روز رو میبینم و آرزو هم نیست. عینیت هم میتونه به راحتی پیدا کنه با این اوضاعی که در اتمسفر سیاسی جهان وجود داره. عینیت پذیره، مسئله تحقق پذیره که علی خامنه‌ای رو مثل مبارک تو قفس بیارن و از اونجا صدا سیمای ملی گزارش مستقیم به مردم و گزارش زنده به مردم پخش کنه در مورد محاکمه این جنایتکار، در مورد محاکمه دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای. اون روز حتما فرا خواهد رسید، مطمئنم، دور نیست. و ما دیدیم دیگه سقوط صدام حسین، آنچه که در لیبی گذشت، آنچه که در مصر گذشت یا پیشتر از اون در آسیای میانه، همه اینا رو مشاهده کردیم. به یه آهنگ ترکی امروز خیلی خوشحالم، نمیدونم چرا. من هر وقت زلالت و تحقیر شدن اینا رو میبینم، فقط زورشون رسیده بود به دانشجویانی مثل ما، میومدن صبح ساعت 7 میریختن تو خونه، آقا فضایل عزیزان و سربازان گمنام میگرفتن و چند تا دانشجوی بدبختی مثل خودم رو میگرفتن و میوردن شکنجه میکردن و پرونده قضایی میفرستن دادگاه با یک چیز بسیار قهرمانانه. به اصطلاح الان موندن با جامعه جهانی امریکا چیکار کنن؟ با هر سازشون دارن میرقصن. یا آهنگو بشنویم، آهنگ ترکیه چه امروز من قبل از برنامه به این آهنگ یه خورده چند بار گوش کردم، فکر کنم شما هم خوشتون بیاد. قزم قزم وای قزم قزم، قزم قزم وای قزم قزم، gel seni verim şoföre. Yok dede kurban sana, ben gitmerim şoföre. Şalvar mazut köyne ya, günüm olar paltar yuma. Qızım qızım ay qızım qızım, səni verim al verçiyə. Qurban olum ay dedə, getmərəm al verçiyə. Onun fikri puldadır, gözü onda bundadır. Qızım qızım ay gözəl qızım, qızım qızım ay gözəl qızım, gəl səni verim əllimə. Yox dedə qurban.
atı iti olar, adamı dersin soyar. Kızım kızım ay güzel kızım, kızım kızım ay kaşak kızım, gel seni verim Manısa. Ne değilsen ay dede, men yetmerem Manısa. Fikri ancak karvadır, başı dalma dalgadır. از این آهنگ استفاده کرده باشید. از علی خامنه‌ای که بگذریم، اتفاقات عجیب دیگه‌ای هم هر از گاهی من می‌بینم می‌افته. من همیشه گفتم برای مبارزه کردن با این رژیم باید انگیزه داشت. برای انگیزه داشتن باید ماهیت این رژیم رو شناخت، ماهیت غیر انسانیش رو، که از روز اول با اعدام و سرکوب به وجود اومده و همون استراتژی سرکوب و اعدام و شکنجه جوانان و مردم ایران رو سر لوحه خودش قرار داده. و الان هم که من صحبت میکنم همچنان با این استراتژی سرکوب به حیات خودش ادامه داده. وقتی که یک شهروند ایرانی با ماهیت پلید و غیر انسانی این رژیم آشنا بشه، با آنچه که در کشتار، آنچه که در تابستان 67 اتفاق افتاد، کشتار وسیع حدود 20 هزار نفر از مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی در کمتر از 3 ماه، آنچه که همین اخیراً اتفاق افتاد، 52 تن از شهروندان بیدفاع و غیر مسلح ایرانی در پادگان اشرف کشته شدند، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام کودکان زیر 18 سال و شکنجه‌هایی که کردن و می‌کنند، اینا رو وقتی شناخت پیدا میکنه جوان ایرانی، شهروند ایرانی انگیزه پیدا میکنه که وضعیت رو تغییر بده، با رژیم مبارزه کنه. ولی وقتی انگیزه نداشته باشه، اولا وقتی مبارزه میکنید، وارد مبارزه میشید، باید من عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی معذرت میخوام، وقتی وارد مبارزه میشید قید همه چیز زده میشه، قید خانواده، مادر، خواهر. من حدود 5-6 سالی از کشور به دورم. من الانشم با مادرم، با پدرم وقتی صحبت میکنم پشت تلفن لحظه ای نیست که هم اون بر خط گریه نکنم و هم خودم. ماها انسان هستیم، حالا گفتن اینها درست نیست و ممکنه باعث سوء استفاده دشمن مشترکمون جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعاتش بشه، وزارت اطلاعات سرکوبگرش. اما این عواقب و کسی که اسمشو میذاره مبارز، در راستای آرمانش باید یک سری چیزا رو متحمل بشه، یا باید وارد این صحنه نشه، مثل هزاران نفر که بی تفاوت هستن و واردم نشدن. ولی وقتی وارد میشی و مسئولیتی رو به عهده میگیری، باید تا آخرش بری. نمیتونی شما بیای و یه مدت برای در دل مردم، در دل جوانان امید ایجاد کنی، امید به مبارزه، بعد یهو بیای بگی من نیستم دیگه، ببری. این بریدنت در اون لحظه که میبری، 10 سالم علیه رژیم مبارزه کرده بودی، اون لحظه بریدنت اندازه 30 سال به مبارزات ضربه وارد میکنه. همه ما خانواده داریم، همه ما پدر داریم، مادر داریم، خواهر داریم، برادر داریم، علف هرز نیستیم که به صورت به اسلام از زمین اینجوری برویم. حالا این داره چرا گفتم؟
اینا رو همه اینا رو گفتم در مورد این آقا میخوام صحبت کنم. آقایی که زمانی نشریه داشت به نام نشریه پیام دانشجوی بسیجی، البته بعدن بسیجیشو ورداشت و پیام دانشجوی خالی نوشت. تیتر اولش اینه: تبرزدی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و حقوق مردم سربلند و پر افتخار ایستاده. برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، حالا حقوق مردم هم اضافه کرده. سرمقاله دیگه‌اش پیام دانشجوی بسیجه که آقای الان نمیدونم اینجا نشون داده میشه یا نه، خامنه‌ای امام است، مرجع شیعیان است. بله، اینجا هم سرمقاله نوشته مرجعیت و رهبره. اولین کسی که به دیکتاتور ایران لقب امام خامنه‌ای رو داد، لقب امامو، حشمت الله طبرزدی بود. اخیراً آقای طبرزدی در فیسبوکش و سایت های دیگه ای هم منتشر شده مطلبی نوشته، من تو سایت هم منتشر کردم، به نام این که خلاصی کلامش اینه که من به خاطر مادرم و خانوادم سکوت میکنم تا 4 سال و نیم دیگه و نمیخوام پدر و به اصطلاح مادرم و اعضای خانواده و مسئولین تیم امنیتیم رو آزرده کنم. منم البته عکسشو وارونه کردم تو سایتم، یه یادداشت کوتاهی نوشتم با این عنوان: حشمت طبرزدی 2، به خاطر مادرم 4.5 سال سکوت خواهم کرد. انگار که مثلا ماها مادر نداشتیم اون موقع که تو زندان بودیم. ستار بهشتی مادر نداشت، اکبر محمدی مادر نداشت، ندا آقا سلطان مادر نداشت، سهراب ایرابی مادر نداشت، اینایی که تو زندانن الان دارن چه چنزه میشن مادر ندارن، عباسی لسانی مادر نداشت، اصلا از اول بی پدر و مادر بود. حشمت طبرزدی در تازه ترین یادداشت خود در فیسبوک ضمن تشریح نحوه دیدار خود با مقامات امنیتی گفت به خاطر مادرش که چشم انتظار اوست تصمیم گرفته است تا شروط وزارت اطلاعات مبنی بر سکوت را بپذیرد و به مدت 4.5 سال سکوت کند تا مدت محکومیتش به اتمام برسد. اولا آقای طبرزدی ببینید، حالا شما ممکنه بگید من تا حالا سکوت نکردم چی کار کردم و از این به بعد سکوت نکنم چی میشه؟ خب ممکنه اینجوری استدلال کنم. خب شما چی میخواستی سکوت کنی آقای طبرزدی؟ از اول زر زیادی نمیزدی دیگه. این همه بادت کردیم، حشمت الله طبرزدی عطسه کرد در زندان، حشمت الله طبرزدی بیانیه نوشت، آقای حشمت الله طبرزدی مبارز دانشجویی دست به اعتصاب قضا کرد، بیانیه حشمت و این همه دنج و فنج و بزرگ کردیم ما رسانه ها، ما فعالیم، به خاطر چی بود؟ به خاطر عدم سکوتت بود. شما حتی وقتی در زندان بودی وجودت در زندان سیگنال غیر قابل رویتی به بیرون از زندان میفرسته، نشون میده مقاومت همچنان وجود داره در داخل زندان های جمهوری اسلامی. حتی بودنت در زندان یک مبارزه است. الان اومدی بیانیه دادی که من این آخرین پست فیسبوکی منه، من به خاطر مادرم سکوت کردم. ما هم اگه مادر نداشتیم، نداریم، اونایی که تو زندان هستن مادر ندارن آقای طبرزدی، این چه حرفیه؟ بگو من بریدم، بگو من تا اینجاش بودم،
از اینجا به بعد من نمیتونم چیز کنم ادامه بدم. ماهیت تو آقای طبرزاده اینه، تو نویسنده رضا نیوز بودی دیگه، تو ویکی‌پدیا چیزت هست دیگه، مقالاتت هست دیگه. خامنه‌ای امام است، مرجع شیعیان است، آدمی که اولین لقب و قبل از سپاه پاسداران و اینا، ببین چقدر در چاپلوسی و تملق ید طولایی داشته این آدم. خامنه‌ای امام است، مرجع شیعیان است و سخن روز، مرجعیت و رهبری. خیلی تلاش کرد اون موقع به رهبری نزدیک بشه. یه مدت هم به هاشمی رفسنجانی و اینو، بعد شد منتقدشون. باز میخواستی جه از رژیم یه مقامی پستیمو ندادن. یه روز میشد خامنه ای امام، بعد یه روزم میومد میگفت که اصلا بساط ولایت فقیه باید برچیده بشه. یه روز میومد میگفت هاشمی رفسنجانی امیر کبیر ایرانه. یه روزم میگفت این رئیس باند قدرت و فساد و ارتشا است، آدمی که استیبل نیست تو موازه سیاسیش. میخوای آقای تنرده مردم بیان پشت سر تو واسن، این همه هم زندان بودی و مورد توجه مردم قرار نگرفتی، به خاطر این موازه چرخشی 180 درجه ای که داشتی مردم دیوونم. مجه امروز شما بیای بگیم من خامنه ای رو نمیخوام، بعد فردا بیای بگی خامنه ای امام است، مرجع شیعیان است، یه شعار، این شعار درست کنی. من بقیه این یاد داشتم رو بخونم. آقای طبرزاده یکی دیگر از دلایل سکوت و عدم فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را خیلی از میخوام رفتار مؤدبانه و با احترام مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی توصیف کرده. خواهش میکنم برید این نامش رو بخونید، حتما یه جایی گیر بیارید بخونید. من تو سایت هم گذاشتم، azizampress.com بخش اخبار. آقای طبرزاده ببینید رفتار مؤدبانه و با احترام، خب ببین همه کسایی که با فعالیت مدنی داشتن تو ایران اینا، اولین من تو مقالم هم چند سال پیش توضیح دادم نحوه برخورد فعالین، ببخشید، وزارت اطلاعات با فعالین مدنی و روزنامه نگاران. اول میان احترام میذارن دیگه، که آقا شما دو تا برادر شهید شدن تو جبهه، بعد خودت هم که جانبازی، آقای بسیجی بودی، به عنوان بسیجی داوطلب تو تو جبهه ها بودی، اینا خودتو آلت دست زد انقلاب لس آنجلس نشین نکن. اونا تو آمریکا نشستن دارن ویسکیشون رو میخورن، دیسکوشون رو میرن، حالشون رو میکنن تو قلب واشنگتن، لس آنجلس دارن حالشون رو میکنن. توی بدبخت با 7-8 سر آیله اومدی و تو زندان ادای مبارزه در میاری، میخوای چی کار کنی؟ بزرگتر از تو، تو رو ما سربه نیز کردیم، بزرگتر از تو نتونسته کاری علیه جمهوری اسلامی انجام بده. اینا رو میان میگن دیگه، مجی به خود من نگفتن که آقا فضایی در مسخرم میکردن منو، عزیزان میخوای رئیس جمهور بشی؟ بعد به همجی آقا این فضایی عزیزان میخواد رئیس جمهور بشه، مسخره میکردن تحقیرمون. بعد میگفتن آقا یه چیزی بگیر ماهانه از ما، سکوت کن دیگه، به پولی متبرک میده. آقای طبرزاده با همه اینا ما اکثر فعالین سیاسی حالا پول متبرک چی؟ آقا این پول دست خامنه ای خورده، این پولو به شما میدیم، سکوت کنید. من هم اگه میخواستم سکوت کنم الان تو کشورم بودم دیگه، پیش مامانم بودم که مثل شما آقای طبرزاده، پیش خواهرم بودم، پیش پدرم بودم،
الان دیگه پشت تلفن بغض جلومونو نمیگرف وقتی صحبت میکردیم. ماها پدر مادر نداریم، نمیتونی مبارزه کنی، بگو من بریدم تموم شد رفت، نمیتونی همچنان ادای مبارز رو در بیاریم و خودتو در قامت یک مبارز ببینی، از اون ورم بیایی بگی من میخوام با مادرم در صلح و صفا زندگی کنم و نمیدونی تا چهار سال و نیم میخوام سکوت کنم. تو این مقالم من یاد داشتم نوشتم آقای طبرزدین، آیا جوانان و مبارزان دیگر که الان در زندان جمهوری اسلامی به سر میبرن فاقد پدر و مادر هستن؟ آیا فقط طبرزدی محترم دارای مادر و خانواده هستن؟ حشمت الله طبرزدی در ادامه نوشتار عجیب خود ضمن تشکر از رای دهندگان به روحانی مدعی شده است که بارها خواسته از خود را از آنچه که آن را شرمندگی توصیف کرده برهاند و دوباره خود را به زندان رضای شهر معرفی کند، اما اطمینان دارد که در صورت معرفی خود حتی زندان نیز او را نخواهد پذیرفت. بینندگان همین دقت کنید، ایشون میگه اطمینان داره که حتی بخواد بره خودشو به زندان معرفی کنه، زندان رضای شهر نمیپذیره این آدمو. عجب، الان طبرزدی اگه بخواد بره زندان رضای شهر، زندان رضای شهر اینو نمیپذیره. این اظهاراتشو من کپی کردم این از خود نامش، من اینجاش خیلی مهمه، از خود نامش میگه با چنین شرایطی که نمیتوانم حرف بزنم و نه اهل فرار از کشور هستم و نمیتوانم پا روی خواسته مادر و خانواده و حتی دوستان و هواداران بگذارم. او هوادارم داشتی؟ عجب آقای طبرزدی، هوا نتونستی، یعنی پا روی خواسته مامان تو دوستات و هوادارات بذاریم و خودم را به رضای شهر بیچاره دوچاره توهم شده، فکر میکنه مثلا الان مثلا نمیدونم یه مثلا یه میلیون نفر الان منتظر اینن که امروز این از خامنه‌ای دفاع کنه، فردا از رفسنجانی، پس فردا نمیدونم لایش بشه، پس اون فرداش مذهبی بشه. اینا مردم اینجوری نیستن، مردم خیلی زیرشتر از این حرفا هستن، مردم آنالیز میکنن، مردم حرکات فعالین سیاسی رو از یاد نمیبرن، اینجوری نیست. بعد میگه و نمیتونم خودم را به رضای شهر معرفی کنم، اطمینان دارم در صورت معرفی حتی مرا نمیپذیرن، چه باید کنم؟ یعنی میگه من حتی برم زندان معرفی کنم منو نمیپذیرن. عجب حرف مسخره ای، یعنی دیگه زندان جمهوری اسلامی گفته ما شخصی به نام طبرزدی و تو زندان را نمیدیم. از اول ماهیت تیم بود آقای طبرزدی، از اول اهل این حرفا نبودی. ما دیدیم امثال شما را، منوچهر محمدی اومده اینجا ببین صبح تا شب دنبال چیزه، دختربازیه، دیسکو میسکو، حالا حقش هم هست، شاید برخی ها بگن آقا یعنی چی آزادی های فردیشه مردم مجد. نه من نمیگم حقش نیست، میبرن یه جاهایی، متوجهی؟ من اون نفس من با مبارزین، روی سخنم با مبارزینه. یا همین پسره این احمد باطبی که برای نمیدونم صدای امریکا نمیدونم عکس پروانه اونو عکاسی میسردیم، اصلا شما ببین چی کار میکنه، مقاله مینویسه چی کار میکنه، اصلا چه ضرری وجود این آدم برای جمهوری اسلامی داره؟ یا این چی بود، این چیانوش پسر چیانوش چه گفته بود تو صدای امریکا، گفته بود یه خانم به من تجاوز کرده، حالا فامیلیش هم یادم رفته. اینا که بیرون اومدن از اون دارو دستی طبرزدی،
اینجوری هن. یا اون آقای زاری زاده رفته الان تو چیز تو کانادا داره نمیدونم کنسرت میذاری و بیزنس میکنی و اصلا گور پدر مبارزه و زندانی سیاسی و مسائل. خیلی از من افراد دیدم اومدن ترکیه، از ترکیه بریدن رفتن اومدن امریکا، آدم میشناسم من از امریکا بریده رفته. این راه مبارزه با جمهوری اسلامی هزینه میخواد، راه بی برجشتیه، فنا شدن میخواد، در به دری میخواد. من تو خیابون چند روز تو خیابونهای ترکیه بودم، در به دری کشیدم، تو خرابه ها خوابیدم، همین رو در به دری باید تحمل کنیم، دوری از خانواده، جریه ها و زجه های مادر خانواده، اینا رو باید تحمل کنیم، بخشی از مبارزه است. و جرنم آقای توازدی منم میخوای ببین، من از همین الان بگم من آقا من نمیخوام صحبت کنم جمهوری اسلامی، میرم همین الان میرم جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی کاری نداری تا صحبت نمی کنی، کاری اصلا فرق مبارز با غیر مبارز در صحبت کردنه، در صحبت کردنه که موضع میگیری. وقتی موضع میگیری، حالا موضعت ممکن غلط باشه دو کاری ندارم، ولی در هر حال وقتی موضع میگیری در مقابل ظلم اعدام و ستمگری های جمهوری اسلامی، اون موقع است که شما یک بار مثبت پیدا میکنی، اسمت میشه مبارز. وقتی صحبت میکنی اصلا رژیم کاریت نداره. چه تمام تلاش رژیم، من وقتی تو ایران بودم، حتی وقتی خارج زدم، من 5 بار مادرمو گرفتم، من حتی رسانه‌ای نکردم در طول مدتی که در خارج مادرمو گرفتم، پدرمو گرفتم که بتونم تأثیر بذارم روی فعالیتامو من کمتر کنم یا به طور کلی متوقف کنم، همچی کاری نکردم. اصلا من رسانه‌ای هم نکردم به اون دموکراسی که باورداری آقای تبرزدی، حتی رسانه‌ایش نکردم. این اولین باری من میگم چه فشارهایی خارج از کشور، حتی من وقتی هستم به خانوادم وارد کردم، به خانواده بسیاری وارد کردم میکنم. امثال شماها رو من زیاد دیدم. میگم همین منوچهر محمدی یه دونه تلفن از اداره اطلاعات آمول بهش بزنن چه آقا خفه شو. یه بار خودش به من میگفت، گفتم گفتم که خواهرت نسرین اینا دیگه برنامه نداره تو تلویزیون، منوچهر چه خبر شدی چجوری شد؟ گفت مادرم و پدرم میخوان ویزا بگیرن بیان امریکا، پاسپورتشون رو رژیم گرفته، به ما گفته یه مدت سکوت کنید، اگه سکوت نکنید پاسپورت خانوادتون رو نمیده. رژیم از آمول یه زنگ میزنه اینا اینجا سکوت میکنن، به خاطر چی؟ چی مادرشون یا پدرشون بتونه بیاد امریکا اینا اونا رو ببینن. این ارزشی نداره در دیدگاه من، این ارزشی نداره. در مبارزه باید سوخت، با شرایط کنار اومد، با بیپولی، با در به دریش، با تهمت ها. حالا برخی هستن، من یه مقاله همین یاد داشت رو نوشتم در مورد تبرزدی، آقا یارو چه خودش زمانی الان تو چیزم سان فرانسیسکو، اسمم نمیارم، تو من خیلی میخوان که من مثلا منو عصبانی کنم، من میام اسمشون رو تو تلویزیون بگم، اومده زنگ زد آقا اینو وردار. گفتم آقا برای چی؟ من نظرمو گفتم در مورد تبرزدی و اون چیزا. نه آقا برای خودت بده، خودتو خراب میکنی. بعد گفتم نه آقا بزن من با این خراب میشم، بزن اصلا شما، من عقیدم رو گفتم، تو میخوای چیکار کنی؟ اگه میخوای حرفی داری یا آقای تبرزدی گفتاری داری در چارچوب آزادی برام بزنم تو سایت، دیدی ثوابیه داره یا توجیهی داره در مورد این حرفشون؟ نه آقا من اصلا شایی، اصلا ببین کاری نکن، شایی کنم همه جا، که اصلا تو مأمور وزارت اطلاعاتی. عجب
آقا تو بری مبارزه لطمه میزنی. آقا کدوم مبارزه؟ مبارزه مگه با تبرزدی شروع شده؟ مگه مبارزه با این منوچهر کسخل شروع شده؟ مبارزه مگه با این عقب مونده ها شروع شده که لحظه به لحظه موازهشون عوض میکنن؟ مبارز باید استخوندار باشه، تحت هر شرایطی خودشو وا نده. میدونی چه بلاهایی تو خود همین امریکا خواستن سر من بیارن که صدامو چیز کنن، سرکوب کنن؟ وا ندادم، ایستادگی کردم تا آخرین لحظه. همین الان هم که دارم چیز میکنم منتی هم نداری به خاطر رمیدم. از درسم، کارم، مطالعم، همین چیزم زدم و بر حسب وظیفه نشستم. من این حرفا رو نزنم چی میزنه؟ من حداقل کاری که میتونم بکنم، میتونم اطلاع رسانی کنم، اون عقایدم رو مطرح کنم و تحت هیچ شرایطی سکوت نکرده و نخواهم کرد. و این مبارزینم دیگه بیشتر از این دیگه اسم مبارز رو نمیتونم بذارم. مبارز باید موازهش بدیم، موازه حتی غلط هم باشی باید اون استیبل باشی، بری یه موضعی رو اتخاذ کنی. آقا رژیمی هستی یا ضد رژیم؟ نمیتونی شما ببین ماهیت برمیگرده به ماهیت دیگه. من بارها گفتم چرا این افرادی که 5 سال 10 سال 20 سال برای رژیم خدمت کردن نمیشه روی اینا اعتماد کرد؟ برخی وقتا من با اینا صحبت میکنم، آقا یه جوری صحبت میکنن یه سیلی از این رژیم ندیدن، یکی از عزیزانشون از دست ندادن، نمیدونم یه ساعت تو زندان نبودن، یه طوری صحبت میکنن که اصلا به قول این چیز جد انقلابتر از فضایل عزیزان، جد انقلابتر از همه ماها، اصلا جد رژیم تر از هر چی که فکر میکنی. مگه میشه باور کرد یارو مترجم احمدی نژاد بوده الان میگه آقا من میخوام سر به تر رژیم نباشه و نمیدونم یه صد تا هم فوش میده؟ یارو 20 سال نمیدونم کاردار بوده و سفیر بوده، پستای امنیتی بوده، اومده شورای ملی میزنه. اشتباه ما چقدر یعنی حقیر شدیم؟ یعنی ما خودمون در میان اپوزیسیون افراد تحصیل کرده، زبردست، افراد باهوش، افراد با استعداد کم داریم که از این افراد وامانده اطلاعاتی که 2 دهه بعضی هاشون به رژیم خدمت کردن استفاده میکنیم؟ مثل که من وقتم یواش یواش تموم میشه. نامی تبرزدی رو حتما پیدا کنید بخونید، خیلی جالبه. نگاه کنید که چجوری حرف آخرش اینه که من میخوام با مادرم در صلح و صفا زندگی کنم و دیگه نمیخوام صحبت کنم و زندانم منو نمیپذیره. و بعد عرضم به حضور برای دیگه گفتم دیگه من نیستم، نباش. این مبارزه همچنان ادامه داره و خواهد داشت و به شماها هم نیازی نداری. همیهنان عزیز و گرامی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و به این برنامه توجه کردید. مطالب دیگه‌ای بود در مورد سپاه پاسداران و دیگر مطالب که به علت اینکه وقت کمه نتونستم به اونا برسم. یک موضوع دیگه‌ای که متاسفانه باید مطرح کنم اینه که این برنامه صرفا با بودجه های مردمی اداره میشه، هزینه تولیدش، پخشش، آرشیوش و انتشارش مخصوصا در تلویزیون مردم. بنابراین من از شما خواهش میکنم، کسانی که متمول هستن به لحاظ مالی، تمکن مالی دارن، این برنامه رو یاری کنن. من معتقدم این برنامه بخشی از صدا و تصویر مردم مبارزه ایران. تا چهارشنبه بعد ساعت 12 ظهر
به وقت شرق امریکا همه شما عزیزان رو به خدای ایران می‌سپارم. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، منم ما پیش این اهریمن.